درود بر همیهنان ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نجات هستم، با همراه با شهرام آریان. برنامه دیگر از سری برنامه های تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران، نشست 26 رو در خدمت شما هستیم. از آغاز صفوی آمدیم رسیدیم به دوران پهلوی ها و به طور مشخص الان در دوره نخست وزیری آقای هویدا. پیش از این که بریم توی جوستار کاستی ها و کمبود هایی که برمیگشت به درون مایه آنچه که به مردم عرضه می شد یا مردم داشتند و اون کاستی ها فرجامش شکستی بود که ما به عنوان ملت پذیرا شدیم، چون به این بخش هم باید پرداخته بشه تا زمینه برای آنچه که مصیبت سال 57 شناخته میشه روشن‌تر بشه. در نشست‌های پیشین چندین شاخه بحثایی شد در رابطه با این تاریخ معاصر. رو دو سه موردش دوستان نکتایی رو مطرح کردن که خوب بود اینجا من و شهرام هم اون نکات رو یک مرور نسبتاً سریع و گذرا بکنیم و بعد ادامه این جستار رو پی بگیریم. اشاره شده بود به این که به طور مشخص، حالا تاریخ نگاران اگه بشه شون تاریخ نگار گذاشت، مثلا فرض کنیم مانند حسین مکی که از یاران اولیه مصدق بود و بعد از اون جدا شد، و دیگران و به ویژه طیف چپ در ایران اینگونه عنوان میکردن که جنرال آیرون سایدی بود، ایشون آمد و سرهنگ رضاخان رو کشف کرد و به او بالا پرداد تا او بتونه مثلا تهران رو فتح بکنه و کودتا کنه و مسائل از این دست، و با این فرمول رضا شاه رو میخواستن به انگلیس ها بپیوندونن. خب من فکر میکنم که واکنش مردم تو چند سال گذشته پس از دست کم 4 دهه تبلیغ مستقیم و پیش از اون حتی در زمان شاه تبلیغات مخالفین حکومت پیشین مبنی بر یه همچین حرفی، همچین ادعایی، مردم نشون دادن که تا اندازه زیادی دست کم فرق دوغ و دوشاب رو متوجه شدن. این که الان رضا شاه آدم انگلیس ها بود، آوردنش اونجا که به هرچی منافع انگلیس در ایران بوده لطمه بزنه، این با هیچ عقل و شعوری نمیخونه. از گرفتن یقه خزعل بگیرید تا لغو امتیاز بانک شاهی که بانک انگلیس ها بود، تا کشیدن راهن سراسری برخلاف میل انگلستان که از شمال به جنوب کشیده شد در حالی که اونا دوست داشتن غرب به شرق باشه که مستعمرهای خودشونو به هم بپیوندونن، تا آوردن کارشناسان اتریشی و آلمانی و سوئدی و دوری کردن از گرفتن حتی کارشناس صنعتی و نظامی از انگلستان و روسیه، و در حقیقت له کردن و در زیر فشار گذاشتن شدید کسانی که به سیاست انگلستان بسیار در ایران نزدیک بودن، از معروفترینشون فرما فرما و خانواده فرما فرما بگیرید که در یک انزوای کامل و در ترس به سر بردن، و حتی پسر فرما فرما نصرت‌الدوله فیروز که مدتی هم وزیر شده بود و در جریان قرارداد 1919 هم در کنار وثوق‌الدوله رشوه‌ای از بریتانیا گرفته بود، حتی رضا شاه ایشون رو در اوج قدرت رضا شاه تبعید کرد به سمنان و در اونجا در حقیقت سر به نیستش کردن. این کسی بود که فکر میکرد خودش نصرت‌الدوله فیروز شاید رئیس جمهور آینده ایران باشه، و پدرش نزدیکترین دوست بریتانیا در منطقه و میگفتن یه موقع بزرگترین ثروتمند خاورمیانه هست. شیخ خزر که لقب سر از انگلستان داشت و کاملا در خوزستان برای خودش یک کیابیایی داشت، با پس گردنی به تهران برده شد و انقدر در حبس خانگی مون تا مرد، و مسائل خیلی از این دست. یعنی شما با هر عقل نیمه کامل را به این قضیه نگاه کنیم متوجه میشین اینا تبلیغات است که همچنان که تو این برنامه ها بهش پرداختیم، یک ذهن بیمنطق افسار گسیخته هوچی و حتی که مسلمان میتونه بهش بپردازه، حتی اگه اون مسلمان توده‌ای باشه، حتی اگه از اون مسلمان از رجال به اصطلاح لیبرال مصدقی باشه. من فکر کنم تو این زمینه هیچ کدوم تردید نداریم، نه من نه شهرام و نه احتمالا 90% بیننده ها و شنونده ها، که رضا شاه بدون اغراق
کلیدی ترین، محوری ترین و خادم ترین رجل سیاسی ایران در چند سده اخیر ماست، دست کم تو 500 سال اخیر. و بودن ما امروز مبالغه هم درش نیست، مدیون چکمه های این مرد بزرگه و بعد برنامه هایی که پیاده کرد. حالا تو این زمینه اگه شهرام خواست چیزی میافزایی، اگر کافی بود میتونیم نکته دوم رو مد نظر قرار بدیم که مطلب اشاره به این مسئله خاورزمینی مسلمان بود که دو سه تا دوستان پرسیدن خب اگر این مسلمان غربی باشه، موهاش بور باشه و چشمش آبی باشه و مثلا از آلمان باشه، از هلند باشه، آیا در بیشوری او و در پرخاشگری او و در گرفتاری او با این مثلا آینی که درش هست آیا تفاوتی داره با کسی که مومشکیه؟ که من فکر کنم حالا شهرام توضیح خواهد داد، به طور مشخص تأکید روی مسلمان بودن، اسلامی بودن فرده، نه روی رنگ چشم و رنگ مو. ما خاورزمینی بودنمون باعث گرفتاریمون نیست، ما خاورزمینی مسلمان بودنمون ما رو دچار گرفتاری کرده. این یه نکته است اگه شرم نخواستی بهش چیزی بیافزایی. و یکی هم این واژه زیبای روانشاد و یا زنده یاد که گاهی ما درباره مردگان ازشون بهره میگیریم، شاید حمله بر این شده بود که یه سمپاتی ویژه اونجا هست نسبت به فردی که داریم درباره اش سخن میگیم. تو این دو مورد آخر، مسئله خاورزمینی و همچنین روانشاد مصدق که از این واژه بارا استفاده کرده بودید، که به نظر من کلن به خاطر گونه سخن گفتن شهرام که نیمه جدی و نیمه طنز گاهی وقتا، اینا نباید خیلی بهش مطلب خشخاش زد. ولی شهرام جان در اختیار خودت، این دیگه دو مورد اگه میخوای چیزی در موردش بیافزایی بیافزا، تا بریم سراغ بحث درون مایه کاستیا و کمبودهایی که باعث شد که سفره ما در دو دهه پایانی حکومت پیشین، نه سفره اقتصادی، سفره فرهنگیمون دچار مشکل بشه و فضا خالی بشه برای ترکتازی اهل مساجد و قبور و تکایا و حسینیه ها در کشور. بله، با درود به بینندگان گرامی. من نمیخواستم الان سر ما این داستان رو خیلی باز کنیم، چون دوباره این 40 دقیقه به ساعت باد میگذره میره. لوب داستان اینه که کلن خاورزمینی‌های مسلمون آدم های روی هم رفته چیزی هستن، یعنی احساسگرا و بیشتر عصبی هستن، و برای همینم این اتفاقاتی هم که از سرکار اومدن رضا شاه به این ور گذشت این بود که مخالفینش یا منتقدینش هم انتقاداشون رو اینقدر با عصبیت و حالا یا دروغ پردازی و گاهی دست کم قربال داده ها انجام میدادن که در آستانه دروغ بود. مثلا مثل خود آقای مکی که فضا عصبیه. بنابراین وقتی یه کسی مثلا میاد یه اشارتی در گذر میکنه که بعد رضا شاه با پذیرش نسبی انگلیسی ها اومد سر کار ولی بعدن کار خودشو کرد، دیگه بیننده ها میریزه به هم. از تمام هزاران هزار مطلب خیلی مهمتری که داشت گفته میشد اینو به هم ارث، اون همش فراموش میشه، میره تو به این که بالاخره رضا شاه نوکر انگلیسی ها بود نبود اینا، بس که با عصبیت اینا با هم صحبت میکنن، یعنی بس که طرف مقابل اصرار داشته ثابت کنه که رضا شاه یک نوکر کاملا سرسپرده انگلیسی بوده، با نوشتن و گفتن بسیار و بسیار و بسیار که چیز بودن در حقیقت هم میهنای جبهه ملی در این کار زحمت بسیار کشیدن، فضا اونقدر عصبیه که یک اشارت کوچک یا میتونه اصلا تمام صحبت کلی رو بریزه به هم. در صورتی که اصلا برای فرنگی اصلا این مسئله اینطور چیزا اصلا مهم نیست، بلکه اون لاین بنیادی که داری دنبال میکنی، چون اصلا اینا دنبال نخودچی کشمیش نمیرن که همش خودشون عصبی کنن که بعد یه واژه بخواد این اعصاب اینا رو بریزه به هم که اصلا اصل داستان فراموش بشه. من به اون خیلی نمیپردازم. مطلب دیگه در مورد این خاورزمینی مسلمان، ایشان جان این داستان نژاد یا از کجا بر اومد؟ نژاد؟ آخه تو گفتی که به رنگ چشم و پرداختن همین. نه میگن این خاورزمینی مسلمان مشکل داره، یعنی باختر زمینی اگه مسلمان باشه مشکل نداره. آها بله، خب این باشه. خب یا اون طنز تلخ توشه که اینا که تو خاور بودن، خب بالاخره خاور فرات بودن
بعد اینا دیگه مسلمان که شدن دیگه توی اون بساط تعصب و حماقت و بریم تعصب و گریز از خرد و این مسائل انقدر فرو رفتن که دیگه تعادل مغزشون از دست دادن و بعد اونایی شدن که بعد نیروهای استعماری وقتی وارد منطقه شدن یه مش آدمی دیدن که اینا تعادل روحی ندارن و دنبال کارهای عجب و غریب هستن و برای همینم به این سادگی میشد استعمارشون کرد و بعد این واژه توی باختر زمین را افتاد که در مورد خاورزمینی که صحبت میکردم که خاورزمینی که میگفتن مخش تعادلی نداره یا درست نمیاندشه که منم ادامه این رو به عنوان طنز تلخ به کار میبرم فقط واسه اینکه ایرانیا یاداوریشون بشه که از موقعی که از مسلمان‌ها شکست خوردن در حقیقت از قطار اقوام هندو اروپایی که اونورش توی فرنگ اون موقع سر بر کشیدن و جهان مستعمره کردن جدا شدن و به قطار دیوانگان سوار شدن و با این طنز تلخ این بهشون یادآوری میشه اون که بهشون گرون میاد اون دیگه من چیکار کنم دیگه شدن دیگه اون 14 قرن سوار اون قطار دیوانه شدن دیگه. مسئله سوم چی بود چون جان؟ روانشاد. بله روانشاد. بله ببینید این اتفاقا مطلب اصلاشون مایه دارتر این یکیه. یه اتفاق عجب و غریبی تو این خاورزمینی ها تو ایرانی خودمون هست اونم اینه که اینا این بس که داستان خودی ناخودی و عصبیتی که تو اسلام هست ذهنها اینا رو مشوش کرده اینا دیگه درست نمیتونن تشخیص بدن که واقعا دوست و دشمن کیه. آقای مصدق و دیگر افراد جبهه ملی اینها در حقیقت با کسایی که بعد از 28 مرداد اومدن سر کار و میخواستن کشور رو با طرح ویژه خودشون بسازن یه مخرج مشترک 85 تا 90 درصدی داشتن. با کسایی که بعد از انقلاب اومدن سر کار یه مخرج مشترک هر جفتشون کمتر از 5 درصد. یعنی اون چه هواداران روانشاد مصدق باشن چه هواداران اون سیستمی که پس از 28 مرداد اومدن سر کار اینا خودشون خوشون رو ایرانی میدونستن میگفتن من اومدم که راهی پیدا کنم که اینجا رو زودتون سری بسازم. یکی میگفت از این راه میخوام که نمیدونم فرنگیار هر چیز زودتر اینجا بریزم بیرون بعد ما از درون دیگه خودمون تصمیم گیری کنیم که ما در موردم خیلی صحبت کردیم دیگه نیاز به بازگویی نیست که تا چند زمی شد نمیشد منطقی بود نبود. یکی میگفت من در همکاری نسبی با فرنگی‌ها میخوام همکاری کنم چون ما هنوز اون توان چیزی نداریم کاملا تنها موندن رو نداریم باید دگرسازی کنیم اول خودمون به کمک فرنگی‌ها فلان. ولی هدف مشترک و ساختار فکری هم خیلی جاها مشترک. یعنی اینکه وقتی با افراد نگاه میکردی این یکی کرواتی بود اون یکی هم کرواتی بود یعنی به جهان مدرن پی برده بود روی آورده بود در مورد مسائلی با همدیگه اختلاف نظر داشتن که البته این اختلاف نظرها رو برجسته میکردن واسه اینکه سیستمشون معمولا سیستم تصفیه حساب و انتقام گیری از هم دیگه است بعدن. ولی چه خودشون دلشون بخواد چه نخواد یه مخرج مشترک 85 درصدی با هم دیگه داشتن. ولی اینقدر عصبیان که اونایشون که توی 28 مرداد شکست خوردن و کنار نشستن کارشون دیگه دائم شد فقط از پشت قصد جان اون دولتو کردن که آخرش هم همون نامه اون سه نفر بود که ما خوندیم و آدمای در حقیقت بسیار بسیار عقده‌ای و عصبی که توش برآمد مثل آقای سنجابی و اینها اینایی هم که این بر بودن بعد از اینکه اونا رو گذاشتن کنار دیگه به اون در مورد اونا یه جوری صحبت میکردن که اینا مثلا انگار مثلا مهاجمین صدر اسلامن یعنی با اون درجه از آلرژی و این یه چیزیه که خب ما تو فرنگ نمیفهمیم دیگه این نشانه در حقیقت از دست دادن سلامت عقلیه. آقای مصدق و دوستانش و دیگر جبهه ملی از قبیل خودمون بودن. سر روش دعوا پیش اومده بود سر روش ولی اونا که هدفشون این نبود که مثلا اینجا رو برگردن به بیابونه حجاز که سر روش دعوا پیش اومده بود و اختلاف نظر در روش هم جدی بود. این یکی میگفتش که اینا که بعدن پیروز شدن پس از 28 مرداد نمیگفتن که باید اول فضا رو بست و با فشار سیستم فرهنگی کشور رو دگرگون کرد چون اگه که باز بذاری و انتخابات آزاد داشته باشی و اینا داشته باشی یا دست کمونیست ها میفتی یا دست اکثریت مذهبی جامعه اونی که من جنبندیش میکنم تو دموکراسی پاکستانی. درست. اون یکی میگفت نه 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 تو اینو نفهمیدی اگر که انتخابات آزاد نباشه و ما همینجوری تو مجلس به جون هم نیافتیم با هم صحبت آزاد نکنیم و برهان هامونو نیاریم اصلا چیز اساسی از توش بیرون نمیاد چون این تو برخورد برهان ها پدید نیومده و عمیقا به این ایمان داشت که چیزی به نام دموکراسی پاکستانی از توش نمیاد بیرون بلکه
گام به گام خودمون رو میسازیم، برهان هامون رو تیزتر میکنیم، میریم جلو. یه دعوا سر روشه، دعوا سر پدرکشتگی نیستش که. البته حالا اونایی که تو جبهه ملی بودن خیلی هاشون به پیشینه قاجار میرسیدن، یه مقدار به پهلوی ها به عنوان از پشت کوه برآمده نگاه میکردن. اونایی که با پهلوی ها همراهی میکردن هم گمان میکردن که اونا یه مش قجرن، در حقیقت ملاک و قجرن، فقط بدی همگان رو میخوان، تو فکر فقط رئیس بازی خودشون تو مجلسن. یه همچین بدبینی های بود، ولی آخر سرش همش مال قموخش یه قبیله بود، قبیله ایرونیا. اینی که بعد از انقلاب اومد بیرون، نه 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 نه، اینا بازمانده های مهاجمین دزدان مدینن، اینا یه چیز دیگه است، از تبار دیگری هم. اینا تبار، اینا خودی نیست، اینا جوابشون فقط شمشیر شاه اسماعیلیه. ولی اون یکی که دیگه که قموخش یه قبیله است، خب وقتی نمیتونه خودش با خودش حرف بزنه، یعنی که مخش عیب داره دیگه. و تو این وسط اون موقع افراد میان میگن نه ما اینقدر با هم اختلاف نظر پیدا کردیم که حتی حق نداره بیاره بگی روانشاد، خب قربونت برم. خب نشون میده که خودت هم عصبی شدی هر کی که هستی. شرم جان من بله. این توضیح بسیار روشنه و من توضیح رو میپسندم و در حقیقت میپذیرم، منتها یه پرسش اینجا مطرح میشه. اونایی که از تبار ما بودند در سال 56-57 کامل رفتن زیر چتر خمینی و به پابوسش در پاریس هم رفتن، از سنجاویش بگیرید تا بازرگان و تا خیلی ها، خیلی ها. و این حماقت رو تو چه حساب بذاریم؟ اینا اگر تبار ما بودن چجوری رفتن به پیشواز دزدان حجاز؟ خب خاورزمینی های مسلمون مخشون کار نمیکنه دیگه. آخه اگه مخشون کار میکرد اصلا لازم بود که این کارهای ساخت و ساز کشور ببخشید تو نیمه دوم قرن بیستم انجام بشه؟ خب اگه اینا مخشون کاملا به هم نریخته بود و دیوانه نشده بودن که خب این کار رو که زمان صفویه کرده بودن که ما داشتیم صحبت میکردیم. پس نشون میده این قوم دیوانه شده، سوار قطار دیوانه ها شده. ولی توی داخل همین جمع دیوانه خودش باید نگاه کنیم کی از قبیله خودمونه و کی نیست، و سر روش داریم دعوا میکنیم یا سر تبار و اصلا اصلیت. و این یه دعوا سر تبار بود. من عرض کردم اونا به خودشون به عنوان بچه ملاک و اینا و یه خورده بالاتر نگاه میکردن و به هواداران پهلوی به اون از پشت کو برآمده ها، این اوکی. این یکی هم به اونا به بدبینی چشم بچه ملاک و قاجار نگاه میکردن، ولی از یه قبیله اینا بودن، آخرش از یه قبیله بودن و هدفشون هم مشترک بود، فقط اینقدر عصبیان هر دو طرف که حاضر بودن زیرا به آهمو بزنن ولی دو کلم با هم صحبت نکنن. حالا یک کسی ممکنه اینجا بگه ما وارد این بحث بشیم که تقصیر اونا بیشتر بود یا تقصیر اینا بیشتر بود. من گمان کنم تو مجموع شبیه هم بود، برای اینکه اونا که نمیتونست اصلا دیگه نمیتونست تشخیص بدن که دوست و دشمن کیه، مال جبهه ملی رو میگم که بازماندهش همین سه نفر بودن. حالا من چرا بهشون گفتم سه کله پوک، خودم با این گزینش واژه راضی نبودم، چون بالاخره بختیار و چیز فروهر، حالا فروهر خیلی آدم اندیشه پردازی هم نبود، ولی بختیار آدم اساسی بود که کشش رو تو جنگ با آدم خورای حجاز. اون یه خودم اونجا تند بهشون گفتم، ولی به خاطر این بود که تو اون لحظه سوقجشی میتونستن یه نامه خیلی 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 کارآمدتر بنویسن به جای اون کله پوک نامه که همه چی رو تغییر میداد، همه معادله رو. ولی خب خاورزمینی هم دیگه، به جای اینکه یه نامه، چون شاه اونجا در تنگنا بود، در تنگنا بود، اگه یه نامه اساسی مثل چارت آلمانی یا چارت انگلیسی قرن 18 یا 19 نوشته بودن، شاه در رو بهشون باز میکرد. همون فضای باز سیاسی هم بود دیگه که راه افتاده بود و همه چی میچرخید و یه معادله دیگه میشد. خب این از سطح شعور و عقل اونا مصدقی ها. شرم جان چون صحبت درصد کردی، گفتی هر دو طرف شاید یه انزه تقصیر داشتن. ببین اواخر دهه 30 هنگامی که در کش و قوس با علی امینی بود شاه و او رو به نخست وزیر آورد و به سختی هم آوردش، نمیخواستش تحملش کنه، فضا ایجاد شد، جبهه ملی دوم تشکیل شد و بعد دیگه اینا سند داریم که شاه صحبت‌ها با اینا کرد که اینا بیان توی کابینه ائتلافی، یعنی دست کم مثلا یه نصفی از کابینه رو بگیرن. و وقتی اینا بهش این پیام داده شد، چون شاه در قدرت این کارو کرده بود، یعنی حدود 7 8 سال پس از 28 مرداد، اینا واکنششون کاملا یه واکنش
افسار گسیخته بود، یعنی نه اونا سریع فقط انتقام میخواستن، فقط انتقام میخواستن، یعنی درست. حتی دستی هم که دراز شد نه تو شرایط ضعف شاه، تو شرایط قدرتش که شما بیاین تو بازی، اونا پس دادن، گفتن نه دیگه، ما همون کربلای 28 مرداد رو دیگه ما میچسبیم باید انقدر ادامه بدیم تا کشور بپاشه و کردن. درسته، ولی من بازم میزان کم شعوریشون رو خیلی پایین تر از این ببین، هر کدوم نقطه تخصص خودشونو دارن به حمدالله. اون یکی ها که مثلا بچه قجر بودن و بیشتر فرنگ رفته بودن و دنیا رو دیده بودن، اهل کتاب بودن، که اینجوری مثل اونا دیوونه بودن. این یکی هم که هوادار سیستم بودن و میخواستن بسازن، مثلا یه مشکلات عجیب غریب خودشونو دارن، همین اعلی حضرتی ها که اون زمان داشتیم، مثلا اینا به حمدالله اصلا با خوندن کتاب آلرژی داشتن، یعنی از راه مطالعه و آوردن برهانهای قوی و با برهانهای قوی اون یکی رو عقب بیرونی، با برهانهای قوی با مردم صحبت بکنی، با برهانهای قوی خاص خودت، اصلا هیچ چیزی رو صفر. یکی از دلایلی که اون دیوونه های جبهه ملی، حالا اون لاعقلای اونا اینقدر میتازوندن، در این بود که این طرف برهان قوی وجود نداشت. تا روز آخر دولت کراهت داشت از اینکه با مردم صحبت کنه. این یه واقعیت دوران پهلوی دوم پس از 28 مرداد. یعنی شاه اون سخنرانی ها رو میکرد، معمولا خودش روانشاد که یه صحبت هایی میکرد، مثلا میگفت این کار رو میخوایم بکنیم، اون کار رو میخوایم بکنیم. شیوه صحبت هم این بود که سخنرانی هایی میکرد که معمولا خواستای خوش رو تعریف میکرد، که این برنامه اون برنامه، در معمولا در هیچ ارتباطی هم با شنونده نبود. اولین باری که او اومد صحبت کنه اون داستان انقلاب تو شنیدم بود، که یه سخن فاجعه آمیزی بود. چرا؟ بله، چون اصلا قبلش دولت به هیچ وجه من الوجود رو به مردم صحبت نمی کرد. حالا آدم میتونه بگه مردم سطح فرهنگشون ضعیفه، من اینا رو میخوام به زور دگرآموزی کنم. اصل تمام پروژه پس از 28 مرداد این بود دیگه، که اگه ما دموکراسی کنیم میشه دموکراسی پاکستانی، ما با سیستم آمرانه میخوایم سطح برکشیم. که نظر ترمودینامیک فیزیکی هم درسته، من چند بار کنم درسته، من خودم اگه بودم باشون همکاری میکردم، ولی چرا به مردم حرف نمیزنی؟ چرا از صحبت کردن با مردم تمام کس و کار اون دولت کراهت داشته؟ من نمیفهمم، اصلا بلد نبودن، یا اگر که حرف بزنی تو کلی میگفتن که در هیچ ارتباطی اصلا با شنونده نبود. شاید جان برعکس این قضیه، برعکس این قضیه در نزد هواداران مصدق، نه تا سال 50 است، اون که اصلا خیلی آشکاره، الان پس از 43 سال پس از انقلاب، شما فکر میکنی لحن آقایونی که در رسانه های فارسی زبان برنامه دارن، آقای بهرام مشیری، محمد امینی، ناصر شاهین‌پر، آیا چندان تغییری کرده این نگاه؟ نه، اونا کاملا خاورزمینی هستن. یعنی برای خاورزمینی مسلمون لج و لج و لج تا روز رستاخیز مهمترین ارزش زندگیه. همون اندازه که برای فرنگی، حالا ما واژه آریایی نمیخوام بکاریم، برای فرنگی پروتستانت حل مشکل مقدس ترین مسئله است. یعنی میخواد هر روز که از خواب پا میشه تا شب 10 تا مشکل حل کنه، مشکلاتی که تا دیروز جلوی بدن قوم یا خوش گرفته بودن. برای خاورزمینی مسلمون مسئله فقط لجه، و چون اصلا هیچ علاقه ای هم ندارن به حل مشکل، اینطور میشه که هر کدوم از این خاورزمین مسلمان برای خودش یه دکون میزنه. ببین ایسا من بگم که چرا من نمیگم که تقصیر اونو از اینا بیشتره، من ثابت میکنم. ببین این یکی ها بعد از 28 مرداد خب سر کار بودن، اوکی؟ بله. طبق آشنایی که من اینو میشوزم اونو میشوزم، این بچه خوبیه، این سرنگ فلانی، اون سرتیپ فلانی، اینو سر اماکن قدرت بودن، افراد انتخاب میکردن، وزیر و وکیلش رو میکردن، انتخابات هم که سالم نبود، در حقیقت با سیستم آمرانه میخواستن افراد عدید خوشون صالح و بذارن سر کار، بسازن برن جلو. تا موقعی که سر کار بودن، سر کار بودن بسیار خوب. وقتی که سقوط کردن و اومدن به فرنگ، ما در فرنگ همون ناتوانی رو در این همکاران دولت پیشین دیدیم، در سازماندهی، در همکاری، در خمش پذیری روحی که قبلش تو جبهه ملی دیده بودیم. برای همین هم اپوزیشن بعد از 40 سال هیچ چیز قابل توجهی نداره هنوز. یعنی اگر که این هواداران دولت قبلی اگر کارآمد بودن، اگر روحشون خمش پذیر بود، اگه مثل اون یکی ها لجوج نبودن که مثل همونه دیگه، همون بیلدی بیلشوگون داره، خب اینا اگه میبادن خارج، خب الان ما سازمان های کلاف در کلاف، تو در توی یال از گوپال درفته داشتیم، آدم های دموکرات و اساسی و سازنده بازماندهان دولت قبلی چه نیستن؟ اجازه بده، چون یه سری از دوستان اینجا نیستن و میدونم که نقطه نظرات متفاوت دارن، تو این زمینه یک
یک به اصطلاح گفت و شنود دو طرفه داشته باشه. ببین آن چیزی که از بقایای رژیم گذشته موند و به خارج از کشور اومدن، تو چند سال اول یعنی تو 3-4-5 سال نخست حرکت نظامی رو شکل دادن. ما اون قیام 18 تیر رو داریم که به کودتای نوژه معروف شد، شمار زیادی از بدنه ارتش آسیب دید و خیلی اعدام شدن. ارتش اویسی رو داشتیم که نیروی رو جمع جور کرده بود به خاطر اینکه کارش کار حساسی بود در پاریس زدن و کشتنش. شهریار شفیق رو داشتیم که کار اساسی میکرد، فکر کنم دومین ایرانی بود که خارج از کشور ترورش کردن و اینا به فاصله 2 سال پس از انقلاب بود. سال 61 کودتای دیگری در ارتش کشف شد که بازم از سوی هواداران رژیم گذشته بود، چون هم ساختار ارتش نسبتاً دست نخورده بود. کودتای نیما همونجوری باز عده زیادی از میان رفتن. اون چیزی که شما الان دارید ازش به عنوان اپوزیسیون یاد میکنی از اوایل دهه 60 خورشیدی در بیرون شکل گرفت، از کسایی که رفته بودن زیر عبای خمینی و با لگد خمینی اونا رو از قدرت انداخته بود بیرون، چه مجاهدین، چه سازمانهای چپی، چه جبهه ملی و نهضت آزادی و کلا طیف لیبرال و ملی مذهبی. و اینها اومدن خارج از کشور، شوت شدن، نه اینکه خودشون بیان بیرون، پرتاب شدن بیرون و اینها اومدن شدن حالا مخالفان تازه حکومتی که خودشون کمک کردن به قدرت برسه. الان شما در اپوزیسیون جمهوری اسلامی 100 تا چهره رو لیست کن، چهرهایی که زمان انقلاب بودن یا جوان بودن، نه مثل من و شما که اصلا نبودیم یا کودک بودیم، و ببین از این 100 تا چند تاشون از انقلابی 57 بودن. شما این بخشی که ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی مینامیم، عمده اینا به نظر من همونایی بودن که با خمینی همراهی کردن تو جریان سال 50، برای همین پوزیسیون حکومت پیشین نبودن. اینها اپوزیسیون حکومت پیشین بودن، الان هم اپوزیسیون حکومت کنونی هستن. نه میدونم، من از پوزیسیون یا از همراهان دولت پیشین دارم صحبت میکنم. خب اونا که چند سال اول زورشون زدن و آسیب خوردن دیگه. شما چند نفر از بابا بگه مگه امام راحل مگه 1 میلیون نفر اونجا آدم اعدام کرده؟ تعداد اعدامی ها از دولت قبلی که به زور به 10,000 نفر هم نمیرسه، که از یه قوم 40 میلیونی. نگه خدای نکرده میخواستن به جنگن با یه دولت قوی خارجی، اون موقع چیکار میخواستن بکنن؟ نه ببین، اونی که امام اومده دیگه کارش فقط مثل دیوونه آدم کشتنه، خب این که تخصص قدیم مسلمان هاست، از پیامبر اسلام گرفته تا این سیستم همیشه همین بوده. اون ربطی نداره. تو وقتی مسلمانو میاری سر کار، یعنی این که دیگه خودت پذیرفتی که این دیگه مثل دیوونه فقط میخواد آدم بکشه. پرسش بزرگ اینه که اصلا چرا گذاشتی به سر کار؟ ولی وقتی که اومد، تو خب باید خودتو سازماندهی کنی دیگه. سازماندهی کجاست الان خارج از کشور؟ ما میگیم خب مصدقی ها که بخش بزرگشون به نظر من همون آدم های لجوجن که پای منقل میشنن با همدیگه حرفای مثلا بزرگ بزرگ میزنن در مورد حکومت قانون اینجور چیزها، میشه بیام نداره، خب خاورزمینی هم دیگه. ولی اون یکی ها که ادعا داشتن که ما داشتیم کشور میساختیم، شبکه های بیرون از کشورشون کجاست؟ میزان مطالعاتشون کجاست؟ و اینا اصلا مطالعات بعد از انقلاب بذار کنار، همین قبل از انقلاب چیزی که آرزو به دل همه گذاشتن این بود که با قوت برهان اولا پاسخ اون منقلیا رو بدن و دوما خودشونو جلوی مردم تثبیت کنن و جلوی روشنفکرا. ولی اینا اهل کتاب خوندن بودن، اهل برهان آوردن بودن، تمام منطقشون این بود که ما یه اعلیحضرت داریم، این به حمدالله داره میسازه، بقیه هم بهتر اصلا حرف نزنن در مورد مسائل. بابا اون دولت آمرانه که اونا اومدن بسازن که از فرصت استفاده کنه ببره جلو، این باید رو برهان و کار ذهنی همش ساخته شده باشه. یعنی من عرض من اینه که من میزان مغلطه که تو این یکی ها میبینم اینقدر فزونه که نمیتونم چماقا بگیرم فقط اون که من قلیار بزنم. خب و این صحبت گره خورد با ادامه بحث که قرار بود در مورد درون مایه و کمبودهایی که تو درون مایه تو محتوا داشتیم در 15 سال پایانی حکومت پیشین سخن بگیم و چرا از اونجا آسیب دیدیم. میخوای حالا سرشته رو بگی شلم جان، از اونجا بریم جلو؟ بله، این داستان تقصیری که بود ما یه خورده زود بهش رسیدیم و دلیلش هم اینه که بیننده ها چه مال این طرف چه مال اون طرف همون سیستم چیز هستن، خاورزمینی که دکمه میزنی میره هوا، یعنی که یارو هنوز تصویر رو تا آخر نشنیده، فعلا اول براشفته میشه. البته حالا بریم سریم ببینیم که بعد این امام بالاخره چجوری اومد سر کار. کنار این مسائل ایبای تر فرم که من گفتم که دولت قبلی داشت، حالا قبلش که ما بنز کافی همیشه از اون یکی بعد گفته بودیم، این با همون دولت دو سه برنامه گفتیم که تو فرم این یکی هم زبان دیپلماتیک و بلد نبود،
سختگیری به اون حالت که لازم بود نمی کرد، که حالا که داره قوم و دیگر سازی میکنه هیچ آتویی هم دست کسی نده و دو سه تا عیب فرمال دیگه. حالا میریم سراغ عیب های محتوایی در اون مایگی. عیب شماره یک که چه تو افراد جبهه ملی بیداد میکنه، چه تو روشنفکرهای چپ بیداد میکنه و چه تو هواداران دولت پیشین و همکارانش، اینه که اینا به حمد الله و المنه کوچکترین شناختی از دینامیک درونی جامعه خودشون ندارن. اینم از عجایب اسلامه. یکی از دلایل اینم که اینا خطر مسلمان‌ها رو هیچ وقت جدی نمیگرفتن همین بود. یعنی چه میدونم، چه در زمان خود آقای مصدق بود که مثلا هی به این میگفت محدور الدم، نمیدونم به اون فلان، از الفاظ اسلامی بهره برداری میکرد، چشمک میزد از دور به فدایان اسلام، چه خود دولت بود که هر از چندگاهی تو تملق رو به مذهبی ها اغراق میکرد، یا اینکه شاه وقتی وارد صحبت میشد با امنای مذهبی رده بالا میترسید که از یه درجه استکاک بیشتر بشه بخلاف پدرش تو زمینه. و روشنفکرای ما هم که اصلا دیوانه بودن، اصلا تو جهان برهوت بودن. یعنی لااقلترین آدمایی که ما اونجا داشتیم جبهه ملی یا دولت نبود، لااقلترین آدمایی که ما دوران پیشا داشتیم چپیای کشور بودن، روشنفکرا بودن. اونا که اصلا حالا تک و توک برخیا بودن که با مسلمونا درگیری داشتن و اینها، بله ولشون میکنه، همیشه میگه که نه فلانی بود یه سایی میگفت. ولی گزارشایی که به ما رسیده اینه که حتی تو زندان اینا انقدر احمق بودن، پوزش مامی وقتی با مسلمونا هم سلول می شدن اونا رو هم قطار خودشون می دونستن. یعنی اونی و اینی که نمیدونم از دیالکتیک ماتریال میاد و اون یکی که هنوز داره واسه الله آدم می کشه، این از متوجه نشده که اینا مخرج مشترکشون 1% هم نیست. چون فقط اون یکی داره با کف جلوی دهنش داره دشنام میده به محمد رضا شاه، دیگه شد دوست این. میزان شعور آدمای ما این بود، چه مصدقی، چه هوادار دولت، چه چپی روشنفکری. این یه چیز محتوایی عجب غریبه که اینا اصلا دوست و دشمن تشخیص نمیدن، اصلا محتوا تشخیص نمیدن. من نمیدونم چرا، یه چیز عجب غریبیه. من جمله خود دولت پیش از انقلاب بر این باور بود که توی درگیری با نیروهای چپ که سازماندهی میشدن از سوی شوروی و تو بخش نظری از همه کوشاتر و اینا بودن، بر این باور بود که اگه رو مذهبی ها تکیه نسبی بکنی بالاخره یه پایه اضافه بر پایه های دیگه هم داری. حالا البته اگه از محمد رضا شاه میپرسیدی اون میگفتش که من این سیاست پدرمو قبول ندارم که همه رو از میدون بیرون کرده بود. من بر این باورم که مثلا همونطور که فرنگی ها هم با کلیسای خودشون یه رابطه نرمالی دارن، مثلا ما هم باید اینطوری باشه که شاه مملکت بتونه مثلا با آیت الله های رده بالا این آدم صحبت کنه و اونا رو مثلا انباز کنه تو پروسه دگرسازی یا پیشرفت کشور. یه همچین تصور سوئیسی داشت محمد رضا شاه. حالا عیب داستان در چی بود؟ این بیچاره که باز اصلا یه تصوری داشت. 99 درصد آدمای صاحب فکر اون که اصلا فکر نمی‌کردن در مورد مسائل. عیبش در این بود که اسلام هیچ شباهتی با مسیحیت نداره. مسیحیت قبل از اینکه تو اصلا فشار دنیوی بهش بیاری و اینها، از درون خودش شروع کرده بود خوشو جویدن و رو به رفرم انداختن. لوتر اولیش نبود که اومده بود. یعنی درست دوتا دین ابراهیمیان، ولی دینامیک درونیشون خیلی با هم فرق میکنه. مسیحیت درش خیلی بازتره رو به اندیشه ها، که من عرض کردم مثلا نمونه معروف که تو برنامه تاریخی میگفتیم که وقتی که اینا اومدن با مسلمان ها جنگیدن تو جنگ‌های صلیبی، وقتی دیدن اینا 4 تا کتاب تو پزشکی و ستاره شناسی دارن، برداشتن بردن ترجمه کردن به لاتین. ولی اینا بعدن در امپراتوری عثمانی حاضر نبودن یک کتاب از مسیحی یاد بگرفتن، چون نجسه. یعنی یکی چیز سنگوار و انسان کوبیه، اون یکی درجه کوفت و کوبش رو انسان کمتر بود و روحش بازتر بود و کارهایی میتونست بکنه که اینکی نمیتونست. اینه که این تصوری که محمد رضا شاه داشت که من اگه بنز کافی با امنای مذهبیمون صحبت کنم یه موقع اینام روحشون باز میشه و متوجه میشن که مثلا باید با فتواهایی یا با تفسیرهای نوعی یا با ترجمه های نوعی ما رو توی یه جور پروتستانتیزم همراهی کنن. یه همچین امیدی داشت محمد رضا شاه.
که ولی وقتی خودش هم مثلا با بروجردی و اینا صحبت کرده بود، همیشه دیده بود که این امید اجابت نمیشه. داستانش درازه، گزارش ها هست. حالا ما دیگه از یه آدم های تمام تیمارستانی مثل امام راحل صحبت نمی کنیم، از اون یکی هاشون که یه خورده میانه رو تر بودن. و این دولت دیده بود که وقتی میخواد با اینا صحبت کنه، اینا چنان سنگوارن و چنان سختناکن و چنان درشت خوان و چنان انسان ستیزن که نمیشه باشه به هیچ چی رسید. ولی زنگوله خطرشون نزد. اینا به یه حالت خیلی ساده دلانه گفتن که نه، حالا به هر حال بالاخره از خودمونن دیگه، اینا بالاخره شیعن، اینا بالاخره هوای همیشه پادشاهی شیعه رو دارن، به همین چیز، به این سادگی. حالا اینجا ما دوباره، حالا همونطور که من بار پیشش هم گفتم که من نمیتونم فقط از مصدقی ها عیب بگیرم چون این وریام کاراشون سرطن نداشت، این بار حالا من نمیتونم از محمد رضا شاه خیلی عیب بگیرم چون وقتی رفتار چپیامو تو زندان میبینم یارو نمیدونم هم سلولی های نمیدونم آقای لاجوردی و اینا که این فقط دنبال این بود که دستش بیفته اینا رو تیکه پاره کنه یا بده بهشون تجاوز جنسی کنن، اینا میخواستن با هم قطار بشن، از خودشون بدونن اینو. حالا این میگه تو نجسی، حتی لباسش میخورد وضو میگرفت یا اینکه نمیدونم غذا اینو نمیخورد، مثلا آب اینو نمیخورد، تا این اندازه به این نجس نگاه، فقط منتظر بود که فقط اینو تیکه پاره کنه. درست. اون که داره خودش از این میدونه. میخوام من چه عیبی میتونم از محمد رضا شاه بگیرم وقتی که متفکرین کشور شعورشون تو این حد بوده، تو شناخت مسائل دینی، تاریخی، فلسفی اینا. درست. حالا تمام این ابرهای سیاه و هرچی که هست که بالای سر اون کشور بودم، اون جبهه ملی هم که اونجا داره هنوز اون داستان چیزش تعریف میکنه که بیشتر کتاب بنویسی که به قول تو ثابت کنه که رضا شاه ایجنت انگلستان بود، مثلا مشکلش ایناست. یا بیشتر کتاب بنویسه که ثابت کنه نمیدونم این نفتو که مثلا قراردادش رضا شاه تمدید کرد از فرط خیانت بود، یا بیشتر کتاب بنویسه که اینو ثابت کنه، یه توی لجاجت مسلمونی خاورزمینی گیر کرده که اصلا هیچ کدومشون دیگه به درد کشور نمیخوردن. در صورتی که توی درگیری دولت بعدن با نیروهای چپ رادیکال میانه رو که ما به حمدالله تون کشور هیچ وقت نداشتیم، یا با مسلمونا، این کراواتیای جبهه ملی میتونن خیلی کمک کنن اگه که تو لجاجت و جنون خوشون زندانی نبودن. البته حالا هر کدوم وردلم بیاری داستان خوش تعریف میکنیم، نه آقا ما میخواستیم نمیذاشتن فلان. اون نامتونه که دیدیم سال 56، اون نامه رو به گاندی هم مینوشی، یارو در رو میبست میگفتش که این مرتی کرده دیگه دعوت نکن. من نبینوشتی که یارو قاطی داره، ما این هم اینجا ساختیم، کوشش کردیم، این نامه نمیشه بشه فوش میگه کشور پر از فحشاست، فقط اینو فهمیده. دیدی که چی بودن؟ کشور مانند موریتانی تصویر کرده بودن در اون نامه. آره. حالا ما مسائل دیگر بذاریم کنار. مشکل هر سه تا گروه که چه این جبهه ملی چیا بودن، چه چپیا بودن و چه همکاران دولت بودن، این بود که از سوی اسلام خطری حس نمی کردن. در صورتی که این کشور 14 قرن فقط یه خطر داره، فقط یه مشکل داره، اونم اونه. حالا این دیگه خودش میگم از عجایب روزگاره که اینا دیگه تا چه اندازه همه این ایرونی ها در درون خودشون زندانی هن و در تخیلات خودشون و در خیالات خودشون، کیارو اون گرگ درنده رو که هر لحظه میخواد گلوتو بدره و کنارت هست باز زندگی میکنه رو نمیبینه. این دیگه چیه؟ در صورتی که دیده بودن که نخست وزیرا رو چجوری مثل برگ خزون میزنن میکشن، های مسلمونا. درسته. یعنی اون میزان فشار و جنون رو تو اینا میدیدن هر روز، بازم از همه سوی آسمان حس خطر میکنه بجز اینا. و این فقط مشکل محمد رضا شاه نبود، عرض کردم که چپیا چه مدل رفتاری با داشتن و جبهه ملی هم که اصلا ولش میکردی. این جبهه ملی بابا از اون یکی هم گیجتر بود. مثلا آقای چیز بود، برومند بود گمان کنم که ازش گزارش مانده بود که بعد از انقلاب پرسیدن که آقا قبل از انقلاب شما ارتباطتون با روحانیونا چی بود، و ایشون میگفتش که من خمس و زکاتم به آقای خمینی میدم. اون آقای برومند که بعدن قتل رسوندن، عبدالرحمن. خود پرسنده هاجواج مونده بود چی؟ شما به عنوان آدم کرواتی و کتابخون و هوادار مثلا مصدق به درنده خوترین افراد مسلمان کشور وجوهات میدید که بعدن بدره گلوی همه رو؟ و اینم پاسخش این بود که بله، خب ما میدیم که بالاخره اون دشمن خونی شاه دیگه، بس دیگه واسه من آنالیز بس بود دیگه این داستان. یعنی سطح شعور این قوم این بود، اینا دوست و دشمن خودشون اصلا نمیتونن تشخیص بدن تو هیچ لحظه ای. اختلافات کوچیکی رو ممکن جلو چششون رو خون بگیره اصلا دیگه نبینه، اختلافات بزرگ رو نمیبینن اصلا یهو. حالا
تو مسائل محتوایی پس بنابراین یکی این بود که هیچ کی حاضر نبود بپذیره که تمام مشکلات کشور فقط اسلام 14 قرن، هیچ مشکل دیگر این کشور نداره. این سراغ آسمون و ریسمون و همه چی رفته بودن به جز این. این مشکل محتوایی. یه مشکل محتوایی دیگر هم هست که باید در موردش صحبت کنیم و خیلی 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 مشکل بزرگیه، که چه مصدقی ها اگه میمدن سر کار گریبان اونا رو هم میگرفت و چه محمد رضا شاه و هواداراش که بودن گریبان اونا رو هم گرفت. چند دقیقه زمان داریم شاهین جان؟ ما حدود 5-6 دقیقه داریم. بسیار خوب. این مطلب این بود که این کشوری که 13-14 قرن بود که عصبی شده بود و تعادل روحش از دست داده بود، حالا نه فقط تو هجوم بیابونی ها از حجاز، بعد تو بیابونی های آسیای میانه و مغول و اینا مثلا دیگه وحشی شده بود و فرایند گفت و شنود آزاد و روادار رو فراموش کرده بود و همکاری و رایزنی رو فراموش کرده بود، فقط سیستم آمرانه خشن رو میشناخت. حالا تو همین زمینه بود که مصدق ادعا میکرد که اگه ما دموکراسیمون رو داشته باشیم و رسانه‌های آزاد خودش درست میشه، چون فعلا این یکی رو یاد میگیریم. یعنی من عرض کردم با مشکلات دیگه اون همراه بود، چون باید سطح فرهنگ رو بکشی بالا بعد میلی باز کنیم، آن داستان دیگه است، چند بار گفتیم. ولی اون گمان میکرد که مثلا این مشکل رو میتونه از راه learning by doing حل کنیم، یعنی از راه اینکه رسانه رو باز میکنیم، انتخابات داریم، اینقدر تو سر کله هم میزنیم تا بخیر حرف زدن با هم دیگه رو یاد میگیریم، بعد از اینکه حالا 12 قرن چقدر فراموش کردیم. پس از اینکه حالا پس از سال 32 که دولت دیگر اومد که گسترش عامرانه رو انجام بده با اون طرحی که ما اول باید سطح درآمد و سطح فرهنگ مدنی رو بکشیم بالا قبل از اینکه دموکراسی رو بیاریم، هیچ طرح کانکرتی صریحی وجود نداشت که ما این فرهنگ رایزنی رو و بحثای آزاد رو که بلد نیستیم کی میخواییم تو این فرایند یاد بگیریم. برای این هیچ طرح محتوایی وجود نداشت. برای همینم دولت تا همون سیستم کلاسیکش کار میکرد تا اینکه بعد که شاه که بیمار شد پیشنهاد کارتر رو پذیرفت، فضای باز سیاسی اینا هم که مسلمانای دیوونه ریختن همه چی پاشید، همه تیکه پاره کردن به جای اینکه از اون فضا استفاده بشه. قبلش در سطوح ادارات کشور یا در سطوح مثلا دبیرستان ها یا دانشگاه ها طرحی وجود نداشت که ما این ملتمون رو که عصبیان و کارشون فقط مثل کریم پور شیرازی فحش دادنه چجوری بهشون یاد بدیم که آقا وقتی میخوای انتقاد کنی درست انتقاد کن، انتقادتو بکن، ولی لازم نیست فحش بدی هی به یارو، لازم نیست یک کلاغ 40 کلاغ بکنی، لازم نیست یو رضا شاهو انگلیسی بکنی، لازم نیست نمیدونم 10 تا داستانی از خودت در بیاری یا 20 تا داستان مسکوت بذاری اون رو که به دردت میخوره اونو برکشی که فضا رو عصبی تر کنی. این آدم انتقاد کن، همکاری کن، از حق خودت دفاع کن، این آدم انتقاد. برای اینکه اینو چجوری ما به افراد یاد بدیم هیچ طرحی وجود نداشت و یکی از بزرگترین مشکلات بود، چون ارکان دولت سر سطح وزارت خونه ها یا استانداری ها و اینا یکی از دلایلی که همه محتاج همیشه هم نظری با شاه بودن این بود که این اصلا تمرین نشده بود که یک کسی چجوری میتونه خودش در سطح دستگاه خودش تصمیم گیری های لازم رو بکنه و بعد از اون تصمیم گیری ها دفاع کنه با زبون معقول. البته این یه چیزی که من عرض کردم 13-14 قرن بود از حمله اسلام توران از بین رفته بود که داستانش رو تو این برنامه تاریخی این اواخر خود توی برنامه کانال مانی نمیش گفتی که نامه تنسر چجوری نشون میده که ما قبلش داشتیم اینو و این از بین رفته بود. ولی هیچ طرح کانکرتی برای این نبود که اینو ما چجوری میخواییم تمرین کنیم. امید شاه این بود که اصولا اگه سطح درآمد بره بالا، سطح زندگی بره بالا و مردم سوار طیاره بشن و میلیون میلیون برن اروپا و آمریکا رو ببینن، از دیدن اونا و در داخل کشور از همنشینی و همکاری با مستشارا learning by doing این روش ها رو از فرنگی ها یاد میگیرن. اتفاق بسیار جالبی که افتاد این بود که مردم رفتن فرنگ رو دیدن، به جای اینکه چیزی از فرنگی ها یاد بگیرن جری شدن که چرا ما امکانات فرنگ رو از امروز فردا نداریم. و در داخل کشورم وقتی با مستشارا میشستن فحش میدادن که چرا ما اصلا مستشار داریم تو کشورمون. و اینا به ما نشون میده که بدنه ذهنشون اصلا مسموم بوده دیگه،
یعنی که اون مسائل بنیادهای فرهنگی که ما تو برنامه دیگه میش گفتیم بنقانهای فرهنگی که این قوم اصلا دیوانه شده، یعنی ارکان روحش ریخته به هم. این حتی وقتی براش امکانات بررسی و مشاهده رو پدید میاری نمیتونه نتیجه های درست رو بگیره، نتیجه فقط عصبیه. یارو میره فرنگو میدید برمیگشت، به جای اینکه سپاسگزار باشه که دولت اینقدر سطح درآمد برده بالا که اینا رفتن دیدن یاد گرفتن حالا برگردن پیاده کنن هر کی تو سطح خودش، برمیگشتن در سطوح قشر میانه فحش به دولت بود که چرا ما اینجا مثل سوئیس نیست استانداردمون، یعنی چرا راهی رو که مثلا سوئیس 600 سال رفته چرا ما توش 6 سال نرفتیم. و همش هم با ادعا و مدعا و کلانخواهی و بدون حس مسئولیت که من خودم تو سطح کار خودم این یه بخشی از اونی که تو اروپا دیدم پیاده کنم. یعنی به جز این طرح ساده که ما اینا رو بفرستیم اینا مشاهده کنن یا از مستشارا یاد بگیرن، طرح دیگه دولت نداشت. حالا پرسش در اینه که آیا طرحی اصلا میشد پرورد که اینا این موزه رو بگشاین، یعنی بحث آزاد رو یاد بگیرن، open result discussion. پاسخ به این پرسش رو شهرام جان بزنیم برای نشست آینده، آیا میشد کاری کرد، میشه بهش پرداخت؟ چون بعد از اون دیگه، بعد از حل اون نکته فرجامین دیگه، از برنامه آینده دیگه مستقیما به سوی انفجار کشور خواهیم رفت. بله. چون این قومی که این همه کمبود فضیلت داشت و اینقدر عصبی بود و حتی وقتی فرنگو میدید جز دشنام دادن به دولت خودش چیزی نتیجه‌ای ازش نمیگرفت به جای اینکه باهات همکاری کنه، خب تو و این هم بهش فشار آوردی که از اون حالتهای کریه مسلمونی دور بشه و کروات بزنه و درست رفتار کنه و زنشو کتک نزنه. حالا این فشارا رو که داره، چیزی هم که نمیخواد یاد بگیره، همش پر از عقده و فشار هم که هست، تو میای سر سوپاپو باز میکنی. حالا به اون بخش شیرینش تو نشست آینده بعد میرسیم. حتما من به همیهنانی که برنامه های 3-4 سال گذشته ما رو ندیده بودن سفارش میکنم برنامه هایی داشتیم که در ارتباط با جهانبینی و دستگاه فکری ایرانیان پیش از اسلام بود. در حقیقت تفاوت‌های بنیادین جهانبینی آریایی یا ایران کلاسیک با جهانبینی اسلامی، اون چیزی که در جهان اسلام می‌بینیم، خیلی اونجا به تشریح باز شده و فکر می‌کنم که یه چند تا برنامه خیلی خوبی بود که به صورت یه پلیلیست توی یوتیوب جنبش هم هست، همینان میتونن اونا رو ببینن، فکر کنم کاملا به چیزی که امروز داریم صحبت میکنیم پیوند میخوره. در پایین آدرس ایمیلی نوشته شده info@iranianrenaissance.com. همیانانی که میخواهن کتاب تهیه بکنن از طریق جنبش رنسانس ایرانی، کتابی که در دست هست پیش درآمدی برای اندیشه سیاسی ایران شهری، کتاب زرتشت و همچنین نشیبی دراز از پیش فراز که در باره دلایل سقوط ایران شهر در برابر حمله مسلمانانه و کتاب گویای اندیشه ایران شهری، در اون ایمیل که پایین نوشته شده میتونید ایمیل بفرستید، نشانیتون رو بدید که براتون کتاب ها فرستاده بشه و روش پرداختم اونجا گفته میشه. فکر میکنم که ما هفته دیگر برنامه بعدیمون رو پی بگیریم، چون با یه هفته تاخیر خدمتون بودیم. از دوستانی که همراهی کردم و یه مقداری به سایت ما رفتن iranianrenaissance.com که رو صفحه بود تو چند دقیقه پیش، لطف کنن در همون iranianrenaissance.com برون و تو بخش همیاری یا دونیشن مبالغی که میخوان و از طریق پیپل یا کردیت کارت واریز بکنن تا بشود یه مقدار کارهای تبلیغاتمون رو بیشتر کنیم و تعداد بیننده ها رو بالا ببریم. به هر حال آگاهی اصل کاره و آگاهی هم باید روی تعداد بالا انجام بشه که بتونه منشأ اثری در جامعه باشه. خیلی سپاسگزارم از توجهتون شهرام جان، سپاس و بدرود تا فرصت بعدی. بدرود، داره کم کم کار داغ میشه.